در ابتدای یک مجموعه ویدیو هستیم که با همدیگه مروری خواهیم داشت بر یکی از معروفترین کتاب‌های علم هارمونی که اصلاً کتاب خودآموزی نیست، با اینکه این کتاب در چند لایه نوشته شده و اولین لایه رو خود والتر پیستون نوشته، یک لایه دیگر همونجوری که می‌بینید بازنگری و گسترش داده شده توسط مارک دووتو، ایشون چیزهایی اضافه کرده، غلط‌هایی از کتاب رو اصلاح کرده، یک لایه دیگر رو سیاوش بیضایی بزرگوار اضافه کرده که ایشون بسیار زیرنویس به کتاب افسوده، ولی با این وجود باز هم کتاب آن چیزی نیست که من مطالعه کنم و مطلب جا بیفت. با اینکه کتاب قدیمی است ولی به قدری جذاب هست که خب هنوزم که هنوزه یکی از مراجع مهم علم هارمونی است. لایه چهارم رو من اضافه خواهم کرد به این کتاب که توضیحاتی که خود نویسنده داده و توضیحاتی که این دوستان به اون اضافه کردند رو توضیح خواهم داد. امیدوارم که بست و گسترشی که من به این کتاب اضافه میکنم به حدی باشه که این علم دشوار بالاخره جا بیفته و ما مفاهیم مهم این مبحث رو درک بکنیم. در قسمت اولی که امروز با هم دیگه مرور خواهیم کرد، اول در مورد خود علم هارمونی صحبت خواهم کرد به شکل مختصر و بعد به آن چیزی که در داخل کتاب وجود داره خواهیم پرداخت و فصل بندی کتاب رو مرور میکنیم، ببینیم اصلا چهارچوب کلی یک چنین چیزی که علم هارمونی هست در از نظر نویسنده کتاب شده. فصل اول عناصر موسیقیایی هست که دو مفهوم خیلی مهم گام و فاصله رو بهش پرداخته. خب اینها رو میتونیم حتی جزو تئوری پایه موسیقی هم ببینیم، ولی از اونجایی که نویسنده تصمیم گرفته که اینها رو جزو کتاب هارمونی بیاره، خب من هم از همین کتاب قرار شد تبعیت بکنم در این مستر کورسی که با هم داریم و با همین روش بریم جلو. خب مفهوم گام و فاصله با هم دیگه گره خورده است، اینکه من بتوانم فاصله رو فقط به تنهایی و بدون توجه به گام تعیین بکنم، خب این تصور درستی نیست. داستان برمیگرده به این که خب اصلا دوتا نوت با هم فاصله شون چقدره، من چطوری میتونم بگم این دوتا فاصله بیشتری دارن، کوچکی دارن، به هم نزدیکتر هستن یا از همدیگه دور هستن. زیرا این نکته مهمی است، اون چیزی که برای ما فضای موسیقیایی رو ترسیم میکنه خود نوت ها نیستند، بلکه فاصله اونها نسبت به همه، که اگر که کوک اعتدال مساوی استفاده شده باشه، خب من فرقی نمی کنه که در لا مینور اجرا کنم یا در دو مینور اجرا کنم. در این قسمت که فصل دوم از کتاب هست، تریادها رو با هم مرور خواهیم کرد. تریاد در لغت از سه میاد، عدد مثل هارمونی تیر سی، مثل تریپلت. وقتی که سه نوت همزمان با هم نواخته شوند شما یک تریاد خواهید داشت. این عدد سه از یک طرف یک عدد میانه است. چرا؟ چون ما در هارمونی چهار صدایی چهار صدا داریم. در این قسمت به فصل سوم از کتاب می‌پردازیم که در مورد پیوندهای هارمونیک در مود ماژور با یه فونت بزرگتری اصول صدا نویسی. یکم اول خود همین تیتر رو باید متوجه بشیم. صدا نویسی که همون بخش چهار بخشی، هارمونی چهار بخشی است که در انتهای قسمت قبل ما بهش پرداختیم. یه چنین چیزی رو رسیدیم بهش که این خط بالا رو بهش میگفتیم سوپرانو. من گفتم مثل یک اتوبانی با چهار باند هستش. موازات هم حرکت میکنن به شکل افقی و هر کدوم صدای مستقلی دارن. این لاین پایینی که مشاهده میکنید این هست، این جزء آلتو هست که قرارش این دوتا رو روی میزان سول، کلید سول بنویسیم. در
این ویدیو با هم دیگه درباره مود مینور صحبت خواهیم کرد. در سه فصل پیشین جدای از مقدمات، آشنایی با گام، فاصله، با مود ماژور کار می‌کردیم و تونستیم پیوندهای هارمونیک یا توالی آکوردهای مرسوم در گام ماژور رو یاد بگیریم و همچنین با اصول چهار بخشی نویسی، هارمونی چهار صدایی و روند ملودی ها، انواع حرکت صدا ها. این مواردی که من عرض می کنم موارد کلیدی و پایه‌ای در هارمونی هست، اما در گام آشنا شد. در این فصل سعی داریم آنچه آموختیم رو توسعه بدهیم به مود مینور. خب در موسیقی ایران، موسیقی پاپ ایران، در ادامه فصل‌های پیشین در این فصل از کتاب والتر پیستون درباره دو مفهوم خیلی مهم صحبت می‌کنه به نام تونالیته و مودالیته. خیلی فصل مهم است. کم کم دیگه موضوع داره جدی میشه و از فصل پیش تقریبا جدی شد. حالا داریم کمی میریم تو دل بحث هارمونی. ما 4 تا لغت داریم، یکی گام، مایه، تونالیته، مودالیته. اینا رو فرقش رو با هم دیگه خوب متوجه بشیم همین اول قضیه. گام یعنی مجموعه ای از نوت‌ها، حالا میتونه 7 تا باشه. ما گام 7 نوته داریم، گام پنتاتونیک 5 نوته داریم، اکتاتونیک 8 نوته داریم، ولی معمولا چیزی که در موسیقی کلاسیک